سپاس از شما رفیق یاسمن برای بحث بسیار جالبتون. رفقای گرامی سلام مجدد خدمت همتون. اگر سوالی بحثی دارید حتما دستتون رو بالا کنید و نکاتتون رو مطرح کنید. ما منتظریم تا ببینم رفقا کی دستش بالا میکنید. این نکته ای که آره کسی توی لیست من یه نکته ای میخواستم در ادامه زن. بفرمایید رفیقمون گلکسی تب A7، بفرمایید شما دستتون رو بالا کردین، بفرمایید صحبت. رفیق گلکسی میتونین میکروفون خودتون رو باز کنید، اگه روش کلیک کنید باز میشه. بله بفرم. ویدیوتون هم اگه خواستید میتونید باز کنید. ما بالا اولین باره داریم استارت ویدیو. اوکی یه لحظه سیار نه دامنه رفتن. بله می دارید صدای من یا چه تصویری هم بله دارید؟ صداتون که میاد، بله ویدیو ازتون نداریم ولی صداتون هست. بله اشکالی نداره. به هر حال صحبت های بسیار روشنگرانه بود. واقعا من اولین بار شرکت میکنم تو این جلستون و بعد قبل از اینکه بیام فکر میکردم که آخه این داستان برای خود من فوق العاده جالب بود که ببینم که چه جوریه، ولی صحبت هایی که خانم سیم میکردن فوق العاده روشنگرانه بود. ولی منظورم بحثی که ایشون از چپ میکنن، منظورشون کدوم چپه؟ چپ مثلا سازمان های خاصی، مثلا کدوم چپ منظور نظر ایشونه که به اصطلاح این گرایش متمایل به این به اصطلاح جریان سرمایه‌داری جهانی یا امپریالیسم اینا رو دارن؟ واقعا من نمیدونم یعنی بحثی که ایشون از چپ میکنن منظور کدوم چپ؟ چپ سازمانی، چپ های منفردن، کیا هستن که به اصطلاح مثلا اینجوری هن که طرفدار یه جورایی همون خط فکری به اصطلاح مدیای اروپایی و آمریکایی رو دنبال میکنن؟ یه پرسش فقط. بفرمایید یاسمن جان، میخواید جواب بدید بفرمایید. من شد شما دفعه اول یکی اینجا اول توضیح بدم که ما معمولا راجع به مثلا نمیدونم حزب توده اکثریت اینا صحبت زیادی نمیکنیم، چون بله فکر میکنم چپ نمیدونیم راستش رو بخوای. بله نمیدونم من که همه بله دوستان اینجا هستن. من اصلا هیچ تمایلی میرن من وقتی دارم صحبت میکنم از اون بخشی صحبت میکنم که ادعا میکنه چپ رادیکال و تبعید فرد نیست، گروه سازمان اطلاعیه امضا میکنه. مثلا من اسم دقیقشون رو شاید درست ندونم، تو را باید تصحیح کنه، ولی یه چیزی داریم به اسم اتحاد نیروهای چپ و کمونیست، درسته تراب جان؟ من اسم بله اولی بله کنه نیروهای بله. انقلابی و کمونیست، بله اینها درست. شامل چندین گروه سازمانه و بعضی از این سازمان ها این روند رو خیلی طولانی پشت سر گذروندن. مثلا وقتی ایران تریبونال بود خیلی هاشون مدافع سرسخت ایران تریبونال بودن. اگه اشتباه نکنم یکی یا دو تا از جناهای کمونیست کارگری، اقلیت توکل، بعضی از اینا از تریبونال دفاع کردن که همون موقع من و تو را بحثمون این بود که خب یه جریان راست جمهوری خواه در ایالات متحده داره پول این قضیه رو میده، بله کار درستی نیست آدم از این بکنه. ولی الان فراتر رفته. مثلا اطلاعیه که من بهش اشاره، اطلاعیه که تروریسم اسرائیل رو و جمهوری اسلامی رو یکی میدونه و من منکر تروریسم جمهوری اسلامی نیستم، فراموش نکنیم مسئله چیز دیگه. بله ولی
جریان که اینو یکی میدونه، اطلاعیه مشترک حزب کمونیست ایران جناح علیزاده و راه کارگر جناح شالگونی. وقتی من از امپریالیسم شرق صحبت میکنم، راه کارگر اون یکی بخش زیادتر از این صحبت میکنه، ولی این بخش هم صحبت میکنه، دو جناح راه کارگر از این از این واژه استفاده میکنن. و باز میگم این به این معنی نیست که ما میگیم، من شخصا اعتقاد ندارم که چین روابط اقتصادیش با کشورهای حاشیه برابر یا استعمارگر نیست یا غیره، ولی اینایی که شعار میدن به نظر من نکار، من یکی اقلا چون تحلیلی ندارم، ولی شب و روز دارم میخونم که چین با کی کدام قرارداد گذاشت، چقدر داره منفعت میده، چقدر داره منفعت میبره، و منفعتی که میبره قابل مقایسه نیست. ولی اقتصاد سیاسی در تعریف اینکه یک کشوری امپریالیست میشه و چگونه عمل میکنه کار میخواد. سرمایه دار شدن یک کشور طبیعی است که الان به نظر من سخت یکی بگه روسیه سرمایه داری نیست، یا بگه چین سرمایه داری نیست، بخشش سرمایه داری دولتی، بخشش سرمایه داری خصوصیه. ولی همینجوری به نظر من نباید از واژه امپریالیسم شرق استفاده کرد. اگر داریم میگیم، باید بگیم دقیقا کدام کشور با کدام روابط اقتصادی با چه برنامه هایی برای جهان سوم و غیره. بله، صدامه دارید؟ بله بفرمایید. آها بله، این واقعا من چون در جریان این چیزا نیستم، این سازمان ها رو از قبل میشناسم و اینا، ولی نمیدونم این موزگیشون چی بوده سر این مسئله، ولی واقعا باید فقط تأسف خورد، چون این به اصطلاح تصویر که شما ارائه دادید در واقع یک حداقلیه که میشه از این همه مجموعه پیچیده به اصطلاح ریاکاری این به اصطلاح کشورهای غربی در مورد مردم فلسطین و این به اصطلاح ستلر کلونیال هایی که شما خودتون نام بردید اینا گفت. این یه واقعیتیه که، ولی واقعا جای تاسف، چون من نمیدونستم این سوال کردم، یعنی واقعا نمیدونستم که اصلا فکر نمی کردم که چپی باشه که اینجوری بخواد موزه گیری کنه، مثلا همه این به اصطلاح جنبش خود فلسطین رو با تمام این پروکسی هایی که به نظرشون حالا به جمهوری اسلامی وصله همه رو به هم وصل کنه و محکوم کنه، و این خب معلومه که خود به خود در خدمت در واقع همون ایده ها و اهداف سیاسی در واقع صهیونیست ها و آمریکاست، حالا چه بخوان اونا و چه نخوان، چون این موزگیری مطلوب اوناست در شرایط فعلی. به هر حال خیلی ممنون، همین من نمیدونستم داستان از چه قراره، گفتم سوالی بکنم از شما. مرسی، خیلی ممنون. من چیزم رو میبندم این بلند گرو که میکروفون رو ببخش بلند که شاید دوستان دیگه بخوان صحبت کنم. مرسی. ممنون از شما رفیق عزیز. خانم سارا مسلح، شما دستتون باداست، بفرمایید دوست عزیز. سلام، وقتتون بخیر. صدا من میاد؟ بله بفرمایید. سلام میکنم بهتون، به خصوص شما خانم میزه. ببینید، من یه چیزی که واقعا دغدغه از تو این 11 ماه اخیرمه، ما مسئله که درگیری که تو جریان های چپ پیدا کردیم، مثل اینکه به خاطر اینکه همپیمانیشون با جریان های راست اپوزیسیون جمهوری اسلامی از بین نره، به سمت راست حرکت کردن. و حالا این حرف من شاید متاسفانه برداشت به این بشه که طرف بخشی از سیستم مدافع جمهوری اسلامی، این مشکل اصولا پیش میاد، یا از واژه محور مقاومتی استفاده میکنن که من واقعا با این واژه مشکل دارم، احساس میکنم یه چیزی، یک لیبلیه که در نهایت به تمام کسایی که خودشون رو چپ تعریف میکنن امکان داره زده بشه برای حذفشون.
مسئله اینه که ما باید به این نقطه برسیم که آیا هدف اصلی و نهایی نیروهای اپوزیسیون جمهوری فقط براندازیه؟ یعنی وقتی که فقط براندازی باشه، براندازی جمهوری اسلامی بشه باشه و اصلا بحث طبقات و به حساب طبقه کارگر مطرح نباشه، دیگه این همپیمانی، من بهش میگم همپیمانی شوم، قابل توجیه میشه. یعنی تمام جریان های چپ به خاطر اینکه مگه اون به حساب اپوزیسیون راستی که ما داریم سلطنت طلب اکثریت نیستن، یعنی اینطوری نمیتونیم بگیم که همشون سلطنت طلبن، نه، خیلی هاشون مثلا با ادعای جمهوری خواهی، خیلی هاشون با بکگراند اتفاقا بکگراند قوی، حالا جزء اصلا چیز بودن، فدایان خلق بودن، ولی دارن، یا مثلا بخش هایی از حزب توده الان ما داریم میبینیم، حالا سه دست شده بخشی شما منظورمه، دارن عملا موازه احزاب، حالا حزبی به اون صورتی حالا وجود نداره، ولی موازه افراد راسته عملا دارن همونو تکرار میکنن، فقط به خاطر اینکه در جریان اپوزیسیون حذف نشن. ما میدیدیم سکوت وحشتناکشون یک ماه اول بعد از شروع هفته اکتبر سکوت عجیب غریبی داشتن و در نهایت وقتی شروع کردن به موضع گیری، موضعشون فقط درباره حماس بود. یعنی اگر یک ساعت فرصت داشتن 45 دقیقه درباره حماس صحبت میکردن و بعد شروع میکردن که بله اسرائیل هم کار اشتباهی داره میکنه، و ما این رو همزمان میبینیم با حالا نمیدونم، حالا نامه نبره بهتره، نامه هایی که میاد از زندان برای اینکه به نظر من یک همدستی جنایتکارانه با اسرائیل، وقتی که شما میایید همزمان با نسل کشی کودکان در غزه اینو مساوی قرار میدید با آپارتاید جنسیتی در ایران، شما دارین در زمین اسرائیل بازی میکنین وقتی که چنین چیزی رو مساوی قرار میدین، و در نهایت شما منظور کردن راسته، و در نهایت نتیجهش اینه که ما ببینیم که المپیک اتفاق میفته، یک شناگر فلسطینی حالا با پوشش اختیاری میاد بیرون و فارسی زبان ها ایرانی ها میگن که اه این آزاده، ما چرا باید از این حمایت بکنیم، در صورتی که اصلا نمیدونم پوشش با جان یک بشر چه مساواتی ما میتونیم داشته باشه. من یعنی چیزی که احساس میکنم، چیزی که درک کردم حداقل تو این 11 ماه فوق العاده کلیدی، من واقعا 11 ماهه که چراغ راهی تو دین برهوت جریان چپ ایران میبینم که نقاب ها افتاده، انگار ما خیلی بهتر میتونیم مواضع آدم ها رو ببینیم، که بیایم سر آیا ما مسئلهمون طبقه کارگره، آیا ما مسئلهمون ایجاد یک برابری نسبی در ایرانه، یا نه ما مثلا فقط براندازیه. من فکر میکنم تا زمانی که ما این متر و معیارات تشکیل نشه، جریان های چپ هم عملا از کار رو میفتن. یعنی اصلا من نمیدونم حرفایی که مثلا افرادی که به خصوص به خودشون رو سوسیال دموکرات میدونن میان میزنن خیلی بهتر از اونو سلطنت طلبها دارن میگن، چه جذبی میتونه داشته باشه و اصلا چه نقشی میتونن داشته باشن. حالا اصلا طولانی میشه، دوست دارم یه اشاره یه به موزگیری فمینیست ایرانی ما تو این 11 ماه داشته باشیم، و این فاجعه است. به هر حال جریان فمینیستی جریانیه که اصلا فمینیسم یک جریان چپه، ولی خب عملا تو ایران و در اکثر کشورها الان دست جریان های فمینیست لیبراله،
و سکوت میکنن دیگه در مقابل زنگکشی و کودککشی. ببخشید طولانی شد، ممنون از فرصتی که دادیم. یاسمن جان صداتون نمیاد. نه، من با نکاتی که گفتید روی هم موافقم و اتفاقا فکر میکنم خیلی جالبه که مثلا در این تا اونجا که من خودم جزء ایران شناسان یا ایرانیان ستادیز نیستم، ولی تا اونجا که میدونم در این کنفرانس اخیر ایرانیان ستادیز که در مکزیک بود، جوانان تاکید داشتند که باید اون اطلاعیه اولیه ایرانیان ستادیز که بسیار ملایم و شلوول بود عوض بشه و اطلاعیه خوبی منتشر کردن. و اتفاقا به نکته مهمی اشاره کردید، زنان ایرانی در ایالات متحده که در دانشگاه های مختلفی فعالیت دارند سمیناری گذاشتند که تیتر اون بود فمینیست ها نمی توانند در رابطه با نسل کشی در غزه ساکت بمانند، و بعد مخاطب قرار دادند اون بخشی از فمینیسم امریکایی رو که سکوت کرده. بدتریناش خب طبیعی هیلاری کلینتون و امثال اون هستند، ولی کاملا هریس، هیلاری کلینتون، میشل اوباما اینا هستند، ولی فقط اون نیست، خیلی های دیگه هستند. و اینجا من فکر میکنم باید به این نکته هم اشاره کرد، چون شما در رابطه با حماس گفتید. ببینید، همون هفته اولی که این واقع اتفاق افتاده بود ما جلسه داشتیم با موشه محبوبر، فعال ضد سهیونیست یهودی الاصل تو بریتانیا، و نکته خیلی مهمی رو گفت. گفت ببینید، وقتی که مثلا در الجزیره یا در امریکا در مقطعی که سفید پوستا اول رفتند و غیره، بومی ها مردم اصلی اون منطقه برخورد های وحشتناکی داشتند با مهاجمی، درست؟ ما درگیر این بحث نمیشیم که آیا این نوع کار که اینا انجام دادن درسته یا غلطه. ما میگیم تهاجم به این سرزمین ها اشتباه بود، این بحث اصلی ضد کلونیالیسته، درسته؟ هر کی راجع به ضد کلونیالیسم صحبت میکنه اینو میگه. در رابطه با حماس هم همینطوره، ما مجبور نیستیم. اتفاقا اینجا وقتی دانشجوها اشغال کرده بودند و الان دوباره دارن میرن پای اشغال جدید، ولی وقتی اشغال کرده بودند ساختمان جلوی مرکز دانشگاه رو، خیلی از این راستا یا حتی شاید اکثر راستا برای تحریکشون میمدن میگفتن پس شما از حماس حمایت میکنید. بس اصلا این نیست، بس سر اینه که ما بر علیه این نسل کشی داریم موضع میگیریم. اینی که در برابر این نسل کشی چه فجایعی صورت بگیره از هر دو طرف، ولی مشخصا از طرف کسی که داره از خانه و زندگیش اخراج میشه، بیرون رانده میشه، این مسئله، اگه بخوای ما مدافع اون نیستیم، ولی همونطور که در رابطه با مثلا نوعی که سرخپوست ها با مهاجمین سفید پوست در ایالات متحده روبرو شدن، یا در الجزیره خیلی کارها صورت گرفت که از نظر انسانی کار درستی نبود، ولی مقصر اصلی در این رابطه کشور کلونیال استعمارگر فرانسه است که رفته اونجا رو اشغال کنه. اینه بس. و من فکر کنم بعضی ها واقعا فراموش میکنن معیارها کجاست، پایه های اولیه چی. دوستی در تکست نوشته که شما چرا حزب توده رو چپ نمیدونید. والا من شخصا از تاریخ هیچ چیزی رو در یه مقطع لحظه‌ای بهش نگاه نمی کنم. در سال 1357 که فکر کنم تراب بیش از من، چون من بخشیش رو خارج بودم، ولی امثال ما یا سازمان هایی که ما داشتیم باشون فعالیت می کردیم و
بر علیه جمهوری اسلامی و بر علیه امپریالیسم موضع گرفتن، حزب توده از جمهوری اسلامی دفاع میکرد، امثال ما رو لو میداد. مدافعان حزب توده، من سازمان فدایی من رو فرستاده بود کردستان، مدافعان حزب توده زنگ میزدن همسر من رو بهش تهدید میکردن که چون تقصیر توه که زنت رفته کردستان، میایم تو رو میزنیم. خب من فکر میکنم چنین جریان رو من یکی هیچ موقع هرچی پیش بیاد بتونم چپ بدونم. مبارزه با امپریالیسم فقط این نیست که آدم در رابطه با این مقطع خاص و این مورد خاص بگه با علیه ایالات متحده موضع گرفته. اولا موضع همه جریان های این احزابی که موندن از احزاب برادر، از جمله اینجا یه چیزی داریم به اسم CPB Communist Party of Britain، نشریهش هم مورنینگ ستار. موضع اینها وقتی چه جنگ، بیشتر راجع به جنگ غزه، موضع بسیار وسطیه، از چپ ایران بهتره آره، ولی موضعش اینه که همین بیان با هم صلح کنن. خب اگه در دوره سرمایه‌داری میشد صلح کرد که تا حالا ما با این فجایع روبرو نبودیم. موضع دیگه که دارم که من یکی حتما باش مخالفم، موضع اینه که و این موضع تا اونجا که من میدونم موضع احزاب برادره، با اینکه دیگه شوروی باقی نمونده ولی اینا مشترکن، همه این حزب دارن این موضع رو دارن. دو کشور، تو ستیت، راه حل دو کشور، یک کشور فلسطینی، یک کشور اسرائیلی، که باز اون هم یه چیز اصلا میسری نیست. تو همین جلسه های ما موشه مخابر به درستی بحث میکرد که مثل اینه که یکی داره یه پیتزای رو میخوان تقسیم بکنن، یه طرف قضیه همینجور داره اون پیتزا رو میخوره، چیزی باقی نمونده از پیتزا که دو تا کشورش بکنه. و مسئله کرانه باختری، مسئله از دست دادن این سرزمین ها، مسئله بنتوستان ها، یعنی شهرک های کوچیکی که الان شب و روز هم مورد حمله این راست افراطی وحشی در اسرائیل هستند، چیزی باقی نمیذاره که ما راه حل دو کشور رو بتونیم مثلا راجبش صحبت کنیم. در نتیجه من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هم گاهی راجع به امپریز خیلی چیزا میگه، من جدی نمیگیرم. ببخشید شاید بد جوری گفتم. رفیق گالاکسی دست شما بالاست، بفرمایید. اکتیرام این باز این پرسشی، این سوال من در واقع پرس این صحبت من اینه که میخواستم بدونم این جریان به اصطلاح چپ نو یا چپ به اصطلاح انتقادی جدیدی که تو ایران هستن، اونای فرهادپور و اینا، این موزگیری جمعی اینا داشتن، موزگیری اینا چیه تو این رابطه؟ در جریان هستید شما که حالا دنبال میکنید این اخبار به اصطلاح متنوعی در رابطه با مسئله غزه رو، اینا مثلا صحبتی که آقای فرادپور میکرد اینجا سر آگامبن و اینا، همون روز بکنم زده بودن در به داغون کرده بودن چند تا از این اردوگاه های به اصطلاح فلسطینی رو، اینا یه اشاره کرد، ولی آیا اینا یک موزگیری مشترکی داشتند، این جریانات حالا به اصطلاح انتقادی که تو ایران هست، یا فقط تا حد اظهار نظرهای پراکنده این بر اونور مسائل رو ترک کردن؟ تراب شاید بهتر از من بدونه، من موزگیری مشخصی ندیدم. در برخی سایت ها مثلا در نقد اقتصاد سیاسی مقاله های منتشر شده، بعضیش ترجمه است، بعضیش نوشته کسایی که مقاله فرستادن. من فکر میکنم هیچ کدوم اینها رو بشه موضع اون تارنما یا اون نشریه دونست، ولی شاید من اشتباه میکنم، من ندیدم موضع. آقای تراب نظرشون چیه؟ همچنین چیزی هست که مثلا این گروه چپ حالا جدید منتقد چپ انتقادی موزگیری مشترکی داشته باشن، یا چرا ندارن اگه واقعا اگه ایشون در ارتباط با اینا هستن و
میدونن، چون بالاخره یه موضوع صرفا سیاسی نیست، موضوع انسانی و جهانی واقعا. و چرا همچین چیزی رخ نداده مثلا این همه، با توجه به این جدیت این مسئله میگم. والا منم تا جایی که آشنا هستم با اخبار این ماجرا موضع مشترکی ندیدم، چون جریان مشترکی نیست که بخواد موضع مشترکی بگیره. تعدادی افرادن، هر کدوم با نظرات مختلف، نمیشه به صدای جریان متشکل و به صدای مشخص اسم روش گذاشت. در چه خب موضع مشخص و مشترکی هم نگرفتن. ولی خب در بین به صدا نوشته هایی که آمده از بین این رفقا، ما به صدا دو جریان رو میبینیم. یه جریانش رو رفیقمون یاسمن اشاره کرد، اونم این ماجرای تساوی سازیه. هم باید به جایی که ما مسئله مرکزی رو بکنیم، دفاع از مردم فلسطین و حمله به نسل کشی صهیونیست بر اونجا و حمایت آمریکا و متحدینش از این نسل کشی، اومدن گفتن خب هم حماس را محکوم میکنیم هم صهیونیست را محکوم میکنیم. این تساوی سازی به اصطلاح خب در داخل ایران هم طرفدار زیاد داره. خیلی از جریانات ما که خودشون رو چپ میدونن، حالا جریان باز منظورم یه گرایش مشخص سازمان یافته نیست، افراد، محافل، این جریاناتی که به صدا خودشون رو جزو چپ میدونن از قدیم هم ما داشتیم در داخل، قبل از حتی ماجرای این جنگ غزه. یادتون باشه بودن جریاناتی بین این روشنفکران ما که مقالات نوشتن سر اینکه چجوری اسرائیل تنها دولت دموکراتیک در منطقه است. یعنی فراموش کردن که یه دولت استعماری با یه رژیم آپارتاید به صدا رژیم سیاسی آپارتاید در اسرائیل، این رو به صدا دموکراتیک ترین کشور در خاورمیانه میدونن. یعنی یادشون میره که کشور استعماری برای خودش دموکراسی داره، مثل آفریقای جنوبی برای سفید پوستا دموکراسی بود، بله، ولی برای سیاه پوستا که دموکراسی وجود نداشت. در اسرائیل هم برای فلسطینی ها که دموکراسی وجود نداره. حتی کسایی که حق رأی دارن، جزو به صدا شهروندای اسرائیل هم و نماینده انتخاب میکنن، اصلا اون گروه نماینده رو کسی داخل آدم حساب نمیکنه. هیچکی جرأت نمیکنه حتی با اینا وارد ائتلاف و مذاکره بشه. این تساوی سازی خب وجود داشته در به اصطلاح چپ ما در داخل، که امروزه میبینیم این تأثیرش رو کلی از این جریانات هم گشته. همونجوری که رفیقمون یاسمن گفتن، چندین گروه که به اصطلاح هنوز به اصطلاح بازمانده های اون گروه های سابق و هنوز وجود دارن و تشکیلات دارن و به اصطلاح تیوی دارن و نشریه دارن و سایت دارن و اظهار نظر میکنن راجع به مسائل سیاسی، با همین تساوی سازی رو کردن. حالا در داخل ممکنه به یه سری از رفقای دیگه هم که به یه شکلی به اصطلاح این مسئله رو مطرح کرد، اگه جای سوء تفاهم میذاره بشه گفت تساوی سازی، ولی به نظر من اینطوری نیست. یعنی مثلا خود رفیقمون مراد توی اون صحبتش گفت دیگه که ما با غزه کاری نداریم. منظورش این نبود که ما از مردم فلسطین دفاع نمیکنیم، در پاسخ به این بحثا که داخل ایران هست، که ایران تحت به فشار امپریالیزم صهیونیسم، الان جنگ غزه هست، این همه تحریما هست، این همه به اصطلاح حملات به ایران میشه، ما در این شرایط نباید به اصطلاح حمله به جمهوری اسلامی رو مرکز کارامون بکنیم. یعنی جنبش زن زندگی آزادی درست نیست، چون این کمک به اصطلاح غرب میکنه. اعتراضات به این رژیم درست نیست، چون این کمک به غرب میکنه. یعنی این موضعی که از قدیم در واقع حزب توده بنیان گذارش بود توی بعد از انقلاب 57، یادتون باشه در جریان
سال 60 و 61 که مجاهدین وارد این ماجراجویی نظامی شدن و بسیار جنگ مسلحانه را افتاد و بسیاری از جریانات چپ هم دنبالش رو گرفتن، موضع رسمی حزب توده این بود که اینا ضد انقلابن. اینا من نامه درونی حزبش رو دیدم که به اعضای واحداش اطلاع داده بود که هر جا دیدید اینا رو باید معرفی کنید به دستگاه امنیتی، معرفی کنید به رژیم. یعنی در مقابل یه همچین موضعی، خب به نظر من درسته ما به خاطر این که حالا فرض کنید در مثلا جنبش زنان یه بخشیش هم طرفدار سلطنت طلباز، نمیایم بگیم نباید جنبش زنان باشه چون به نفع غرب تموم میشه، یا نباید به صلاح الان اعتراضی کرد سر مثلا اعتصاب معلمان و سرکوب اعتصابات به خاطر اینکه به کمک که غرب این تموم به نفع غرب تموم میشه. بنابراین بله بوده، مطمئن میگم باید این دو جریان از هم جدا کرد. یه ده از این زاویه میگن که ما به خاطر این مسائل بین المللی نباید فراموش کنیم که دشمن اصلیمون رژیم جمهوری اسلامی داخل ایران، باید اول این رو سرنگون کنیم هر کار دیگه ای که بخوایم بکنیم. از این زاویه خب این حرف درسته، میگم اینم جا رو برای سوء تفاهم اینجوری باز میذاره دیگه، ولی واقعا اون جریاناتی که این تساوی سازی رو میکنن باید محکوم کرد، واقعا شرم‌آوره. من حالا یه مثالی میزنم، یه مثال خیلی بسا چی میگن مثال افراطی شاید باشه، ولی به نظر من مسئله رو روشن میکنه. قرن 19 فرانسه در سیاست های استعماریش تو آفریقا در کنار این لژیونرهای نظامی که میفرستاد برای اشغال منطقه، یه 6-7 تا میسیونر کاتولیک هم میفرستاد دیگه، میسیونرهای کاتولیک که برن این مردم بومی رو به اصطلاح به راه راست هدایت کنن. در کنگو یه جایی در یادم نیست دقیق سالش، توی اوایل قرن 19 داستانش در فرانسه خیلی به اصطلاح خبرساز شد، چند تا از این میسیونرها رو یه ایلی در کنگو، در کنگو مرکزی گرفته بودن و جوشونده بودن و خورده بودن. یعنی این میسیونرها رو به صلاح جوشوندن و خوردن. خب این یک جنجالی به پا شد در فرانسه که به صلاح توجیه این که حالا یه لشکر بزرگتر بفرستیم به اونجا برای اینکه مردم بیشتر بکشن و منطقه رو بهتر تحت تصرف خودشون درارن. خب حالا شما تساوی سازی میکنین، یعنی هم فرانسه رو محکوم میکنین هم آدم خورا رو. خب واضح این حرف مسخره ایه دیگه، غلط کرده فرانسه که اونجا لژیونر رو میشنر فرستاده، یعنی بازم باید فرانسه رو محکوم کرد نه اون آدم. اون آدم خوره دیگه، خب آدم هم خورده. یعنی این ماجرا باعث نباید بشه که ما تساوی سازی اینجوری کنیم. به هر حال همین نکته رو من امیدوارم جواب سوال شما رو داده باشم، ولی درست بله نشدم. خیلی ممنون قربان، خیلی ممنون. بله بسیار حبه. این نکته فقط در ادامه حرف این نکته رو بگم که چیزی که جالبه اینه که در سطح جهان ما با چنین پدیده خیلی محدود رو برو، یعنی با همه وضع وحشتناکی که چون من نمیخوام مثبت بگم اینجا، با وضع اسفناکی که چپ انگلیس داره، به جز یک جریان Workers Liberty که اتفاقا برخی دوستان ایرانی مدافع صهیونیسم ازش دفاع میکنن و همیشه به عنوان مدافع خجول صهیونیسم در بریتانیا شناخته میشد، ولی به استثنای اون واقعا میشه گفت هیچ کس چنین برابری سازی یا چنین کوتاه آمدن در رابطه رو غزه رو نمیبینیم. و جالبه من یکی از این اعلامیه های برابری برابر دانستن اسرائیل و جمهوری اسلامی رو برای جمع انگلیسی ترجمه کردم، ترجمه گوگلی نه ترجمه لغت به لغت، و بلافاصله گفتن اونایی که تو اون جمع بودن گفتن
خب این عذرخواهان اسرائیل اپولوژیست سیهونی، کسایی که عذرخواهان سیهونیسم هستند. و میگم انتخاب ها طوری شده که مثلا اون بخشی از بین الملل چهار که معمولا میبینی اتفاقا مواضع وسط میگیره، لیبرال میگیره غیره، این آقای آشکار که ما همیشه به عنوان معیار راست در چپ انگلیس میشناسیمش، این اومده اعلامیه تند نوشته در دفاع از غزه و فراتر از اون از موضع قبلی خودش در رابطه با اوکراین هم عقب نشینی کرده. یعنی مسئله اینقدر از حول من شمسه که به قول معروف حتی این بخش، چون بلونر چهار بخش رادیکالتر هم داره، مثلا تو ایرلند این جان مکنالتی و کسایی که دور و بر او هستن همیشه مخالف بقیه بلونر چهار موضع میگیرن، ولی حتی این بخش که در بین بعضی از ماها مشهور به این که هر جا اروپا یا امریکا یه چیزی میگن این پاش میلغزه، حتی اینها نیومدن اینجوری موضع بگیرن. من واقعا نمیدونم مثلا در چپ لبنان در چپ کشورهای دیگه واقع چیه، ولی فکر نمی کنم. ما دعوت کرده بودیم از حماد شیبانی که بیاد ولی جوابی نداده و نیست اینجا با پوزش. امیدوارم بعدا توی فرصتی بیاد با اون هم صحبت. ممنون رفیق یاسمن، من دست کس دیگه ای رو بالا نمی بینم. یکی هم از من سوال کرده بود که چپ عرب چه کار کرده، چپ در این ماجرا. من فقط یه نکته خواستم در این رابطه بگم اگه شما اجازه بدی رفیق یاسمن. اونم اینه که چپ خب عرب به هر حال ضعیفتر از چپ ایران بوده از نظر سنت و از نظر سابقه و از نظر نیرو، به خصوص که بعد از به اصطلاح از بین رفتن ناسیونالیسم بعثی به اصطلاح سوسیالیسم بعثی در منطقه و شکست احزاب وابسته به شوروی در منطقه، میدونیم که به اصطلاح اصولگرایی اسلامی خیلی پایه گرفت دیگه در بین خیلی از این جوونایی که ضد به اصطلاح اوضاع بودن، مثلا این جریان خیلی رشد کرد من جمله کشور خودم. یه دلیل رشد این جریانات اسلامی گذشت از اینکه خود آمریکا یه مدت اینا رو بهشون پروبال داد که در مقابل شوروی علم کنه و یه هلالی از بحران در جنوب به اصطلاح شوروی ایجاد کنه، یه دلیل عمده دیگه هم از نظر درونی برای هر کدوم این کشورها شکست ناسیونالیزم بورژوایی و احزاب وابسته به شوروی بود. اینا این خلایی که این شکست اینا ایجاد کرد و اسلامیا پر کردن، درست که همچین جریانی بود. بنابراین چپ کشورهای عربی، البته کشورهای عربی هم اینجا میدونیم در به اصطلاح چی میگم کشورهای شیخ نشین خلیج، که خب اصلا خبری نبوده، هیچ وقت هم خبری نبوده. در عمان فقط یه دوره خبر بود که اونم ایران و شاه و به اصطلاح انگلیس به کمک هم انقلابش رو سرکوب کردن و شکست کشدار را انداختن اونجا. و بجز در واقع مصر و عراق و لبنان و تا یه اندازه به اصطلاح تونس، در کشورهای دیگه عربی ما اصلا جریان چپی نامدار شکل گرفته ای به اون معنا نداشتیم هیچ وقت، به جز احزاب بعثی یا احزاب به اصطلاح وابسته به شوروی چیز دیگه ای ما اونجا زیاد نداشتیم. در چه اصولا چپ عرب خیلی کوچیکتر و ضعیفتر از چپ ایران بوده، ولی اتفاقا با وجود این نقش مهمی در این جنبش همبستگی با فلسطین بازی کرده. من یکی دو تا رفیق مصری میشناسم، باهاشون صحبت میکردم گفتم آقا شما چیکار کردین، پس شما کجا این، چرا هیچ کاری نمیکنین، این چپ بسا عرب چی شد؟
گفت نه اینطوری هم نیست، گفت خیلی از چپی های مصری، عراقی، به خصوص مصری و عراقی الان در آمریکان، یعنی اینا مثل ماها تبعیدن، در تبعید به سر میبرن، خیلی هاشون به صلاح اومدن تو این کشورهای اروپایی زندگی میکنن. گفت در آمریکا این جنبش همبستگی با فلسطینی ها یه نقش کلیدی که توش به اصطلاح اجرا شده به عهده همین رفقای عرب اونجاست و این رو نادیده نباید بگیریم. من همین فقط خواستم این نکته رو بگم چون برای خیلی از ماها این سوال مطرح بوده دیگه، پس چپ عرب کجاست؟ چرا به صورت حرکتی ازش ما نمیبینیم؟ ولی خب باید در نظر گرفت که به این شکل داره خودش رو نشون میده، یعنی در این چپ مهاجری که چپ تبعیدی که وجود داره در این جنبش های همبستگی یه نقش خیلی مهم و کلیدی بازی کرده و این جنبش همبستگی با فلسطین همطور که رفیق یاسمن گفت واقعا یه نقطه عطفی بوده، خیلی از تفکرات رو تغییر داده، به یه معنای آبروی این پروژه امپریالیستی و پادگان نظامی به اصطلاح امپریالیسم بر منطقه رو افشا کرده، یعنی کمتر کسی است که شما باش صحبت کنید یه ذره مثلا سرش به تنش بیارزه و یه چی میگن بین گوشاش یه مغزی هم وجود داشته باشه بیاد اینجور علنی و رسمی تو جوونا، مردم عادی میگم، مزدورا و قلم به دستا که باید بشینن تبلیغات اینجوری بکنن منظورم نیست، آدمای عادی، تو آدمای عادی شما با هر کی که صحبت میکنید این ماجرای فلسطین خیلی روشون اثر گذاشته و یه نقش خیلی مهمی بازی کرده در رادیکالیزم به صلاح جوانان توی کشورهای غربی که امیدوارم این حالا ازش نتایج بسیار مثبتتری هم در آینده بیرون بیاد. همین خواستم این نکته رو اضافه کنم به نکاتی که رفیقم یاسمن گفت. ممنون. من دست کسی دیگه ای رو من در فقط در پایان یکی دو نکته اضافه میکنم به همین صحبتی که شما کردید. اولا ما چه خوشمون بیاد چه نیاد پی اف ال پی و پی دی اف ال پی یعنی جنبش خلق برای آزادی فلسطین و جنبش پی دی اف ال پی دموکراسی با پی اف ال پی بادن، اینها هر دو از حماس دارن حمایت میکنن، کردن روز هفته تو بعد از اون هم میکنن. حالا درسته، اشتباه، تحلیلشون غلطه، من وارد این قضايا نمیشم، ولی اینها این موضوع دارن. در رابطه با حزب الله لبنان باید یه نکته رو اشاره کرد، اونم اینه که من از یه کسی که متخصص جنوب لبنان بود سوال کردم که خب این مردم جنوب لبنان، چون داشت توضیح میداد که اینا فقیرترین بخش لبنانن، همیشه تحت ستم بودن، همیشه بهشون ستم شده غیره، گفتم خب اینها قبل از انقلاب اسلامی و قبل از حزب الله و قبل از عمل، چون عمل یه جریان کوچیکی بود در لبنان، کجا بودن؟ خب اینها مدافع حزب کمونیست لبنان و برای من خیلی تأسف آور بود که نتونسته مثلا این احزاب در فروپاشیشون نتونستن جای درستی بمونن. و یه فلسطینی که آکادمیکه ولی فلسطینیه نکته دیگه به من گفت که باز میگم من تکرار میکنم بدون اینکه الزامن بدونم 100% درسته یا نه، ولی به من میگفت که چپ در خیلی از کشورهای عربی و چپ در فلسطین افکار مترقی داشت، آمال و آرزوهای درستی داشت، ولی در سطح جامعه و از پایین فعالیت عملی نداشت و حماس از این خلأ استفاده کرد و برای خودش جایگاهی درست کرد، چرا که از نظر سیاسی بحث های کلی تری مطرح میکرد، ولی از نظر عملی حتی در همون اوایل مثلا مدرسه، بیمارستان، توزیع غذا، کاری که حزب الله انجام میده که به نوعی میشه گفت گول زدن مردمه، چون
اینا از این طریق نیرو میخوان جلب بکنن، این کارها رو میکرد. همه اینها ولی یک نکته اصلی پشتش هست که تراب بهش اشاره کرد و گاهی فراموش میشه، و اونم اینه که شکست احزاب چپ در خاورمیانه، ضعیف شدن احزاب چپ در کشورهای عربی، تقویت این جریان های اسلامی تصادفی نبود. ایالات متحده اینها رو همش تقویت میکرد موقعی که فکر میکرد، و خود اسرائیل حماس رو حاضر شد تحمل کنه، بپذیره، حتی بعضی میگن زیر و پالش گرفت، بر اینکه دشمن اصلی رو احزاب چپی میدونست که به طور مشخص در اون مقطع همسویی هم با شوروی داشتن. در نتیجه تاریخ پیچیده است این تاریخ این منطقه، مثل کشور ما، ولی تو کشورهای عربی نگاه بکنید تاریخ پیچیده است. این به این معنا نیست که ما باید ضعف سازمان های چپ رو کم بگیریم، اشتباهات سیاسیشون رو، دنبال رویشون از شوروی که یه روز از دولت دیکتاتوری موجود، مثلا بعثی ها در بغداد حمایت میکردن چون سیاست مسکو این بود که حمایت کنید، روز بعد مخالفش بودن چون شوروی تصمیم گرفته بود با مثلا این بخش حزب بس بعد با اون بخشش بود. خب این نوع تزلزل ها، تغییر موضع های علکی، حمایت از دولت های ارتجایی، اینا همه تأثیر بدی گذاشته بر چپ در همه این کشورها، و متاسفانه موقعیتی که الان داریم اینه. و میگم هیچ دلیلی نشد، مثالی که تراب زد دقیق بود، هیچ دلیلی نشد که ما مدافع حماس بشیم یا کم اهمیت بدیم به مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی. به نظر من اتفاقا مسئله پیچیده تر از اینه. من هر جایی شروع میکنم راجع به این قضیه صحبت بکنم، اول جمهوری اسلامی رو افشا میکنم، چون 45 سال، 44 سال و 11 ماه، 9 ماه شعار داده، روز قدس داشته، مبارزه بر علیه فلسطین بوده. توی این 11 ماه همین که ایالات متحده تهدیدش کرده کاملا ساکت نشسته. نه اینکه من بخوام جنگ بکنه ایران، چون خب طبیعی داغان میکنه ایالات متحده هر کی که باش مخالف میشه، ولی این شعارهاتون پس معلوم میشه همش شعار بوده، حرف بوده. اگر قصد مبارزه داشتید، که اگر قصد مبارزه نداشتید بی خود شعار هم نمیدادید دیگه. همین. خیلی ممنون، ببخشید. ببخشید من سعی می کردم آن میوت کنم خودم رو، نمیشد. ممنونم رفیق یاسمن، من دست کسی دیگه ای رو بالا نمی بینم. رفقا اگر کسی بحثی نداره دیگه پس جلسه رو تموم کنیم. رفیق یاسمن اگه شما نکته دیگه ای میخواین اضافه کنید بفرمایید، اگه نه که به دوستان شب بخیر بگیم. ممنونم از همه رفقایی که شرکت کردن، تشکر از رفیق یاسمن که علی‌رغم گرفتاریش خودش رو سریع رسوند و بحث بسیار مشخص و روشن و خوبی هم ارائه دادن. امیدوارم همه رفقا هم مثل من ازش بهره برده باشن. من به همه شب بخیر میگم تا هفته بعد. هفته بعدم رفیقمون کامبیز سخایی رو داریم. ایشون متاسفانه مدتی بیمار بودن و بستری بودن، خوشبختانه رو به بهبودن، و بحثشون سر نقد مارکس به فلسفه حق هگل رو که بخش اولش رو ارائه دادن، بخش دومش رو قرار هفته بعد بیان بگن. امیدوارم تا هفته بعد حالشون همینطور رو به بهبود باشه و بتونن این کار رو بکنن. به هر حال ما که در انتظاریم تا صحبت ایشون رو بشنویم. من دیگه عرضی ندارم. با شب بخیر مجدد خدمت رفقا. خیلی ممنون تو. شب بخیر.